سلام، شبتان بخیر، به برنامه خوش آمدید. آغاز دیالوگ بین الافغانی چقدر مشکلات کنونی افغانستان را حل می سازد؟ چقدر نیاز است در جامعه افغانستان؟ چقدر در حال حاضر زمینه بر آغاز دیالوگ بین الافغانی فراهم است؟ امریکا چرا دنبال همین موضوع است؟ چی می خواهد امریکا؟ حکومت سرپرست چقدر حاضر است که گفتگوهای بین الافغانی را شروع بکند؟ گفتگوهای بین الافغانی میان چی کسانه؟ افغانهایی که در بیرون هستند، سیاسیونی که در بیرون هستند، یا در افغانستان؟ مکان گفتگوهای بین الافغانی باید کجا باشه؟ بیرون از افغانستان یا داخل افغانستان؟ چون یک روایت همین است که وقت در مورد افغانستان بحث شروع میشه، در بیرون افغانستان اگر باشه او نتیجه بهتر برای افغانها ندارد. در افغانستان چقدر زمینه فراهم است؟ چقدر مکان درست برای ازی وجود داره که گفتگوهای بین الافغانی در افغانستان صورت بگیرد؟ در این مورد بیشتر بحث میکنم. مهمانان من در این برنامه: صمد کارمن، آگاه روابط بین الملل، قاری نظر محمد شاکری، آگاه سیاسی در استودیو، و محمد رسولیار، فعال سیاسی که از طریق اسکایپ هستند. مهمانان عزیز، خوش آمدید به برنامه. شاکری، بحث با شما آغاز بکنم. چقدر نیاز میبینین که در حال حاضر یک گفتگوی بین الافغانی شروع شوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بر مهمانان عزیز و بر بینندگان. همونطوری که در سخنانتون خودتون هم اشاره کردین، گفتمان با کی؟ گفتمان در کجا؟ گفتمان در اصل از لحاظ شرعی یک چیزی مطلوب و پسندیده ای هست. هر انسان عاقل خواهان گفتمان هست، ولی گفتمان از خود شرایط داره که سرمنشأ و تعیین کننده گفتمانگران کیا باشند. اگر گفتمان را همونطوری که نماینده آمریکا تحلیل کرده و با بعضی از سیاسیون در میان گذاشته، شما مطمئن باشین که اونها تجربه خود را سپری کردن از لحاظ گفتمانی و مردم افغانستان الحمدلله به بلوغ سیاسی رسیدند که در طی 20 سال اشغالشان جز خیانت و جز دروغ و فریب و نیرنگ چیزی دیگر را بر ملت مظلوم افغانستان به جا نگذاشتند. بنابراین خوب بود که باید مشخص می‌کردند که گفتمان با چی افراد، با چی کسی. ما در شرایط فعلی هر انسان و هر سخنی که بازتاب دهنده روح و روان مردم را در آرامش بگیرد ما استقبال میکنیم. اما گفتمان با یک سری فراریون یا با کسانی که آمریکا خودش در اینجا هسته گذاری کرده باشد، اونها بی معنا و فایده با چنین نداره. ما الحمدلله در یک کشوری زندگی داریم کاملا زیر سلطه اسلام و بزرگان امارت اسلامی قرار داره. نیاز است که یک گفتمان شروع شه. گفتمان با کی؟ میان افغان ها. ما همیشه گفتمان رو رد نکردیم، گفتمان داشتیم. افغان ها را همیشه و شاور هم این امر الهی است که انسان ها، مسلمان ها و ویژه به زمانی که الله متعال از فوق آسمان ها به پیغمبر علیه الصلاه و السلام دستور میدهد که ای محمد رسول الله، شما همراه همراهانتون مشوره صورت بگیرید و مشوره انجام بدهید. بنان در نخست اشاره کردم که گفتمان بر مبنای حقایق هر انسان عاقل میپذیرد، ولی گفتمانی را که خارجی ها دنبال میکنن هیچ گونه قابل قبول افغان ها نیست. حقایق امروزی جامعه افغانستان چی است؟ حقایق امروزی جامعه افغانستان همین است که مردم شاهده میکنن. ما یک کشور آزاد و زیر سلطه هیچ نوع خارجی نیستیم، قرار نداریم، اما خواهان روابط دیپلماسی را با کشورهای جهان ما خواهان هستیم که در یک تعادل انسان محور باید اون به بهش برود. تشکر. کارمند صاحب، دیدگاه شما چیست؟ چقدر نیاز است در افغانستان یک گفتمان ملی برای انداخته شود؟ سلام و درود خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز شما و یک سلام گرم به هموطنان عزیزم. ببینید، ما عقیده ما به این است که اگر ما در نیم قرن گذشته افغانستان، در 44 سال جنگ افغانستان، ما میرفتیم به طرف یک گفتمان ملی و زیر یک چتر منافع ملی افغانستان میرفتیم، شاید امروز اینجا نمی بودیم. شاید ما 40 سال 44 سال جنگ سپری نمی کردیم و شاید هم اینقدر ویران که امروز شدیم و سوختیم و انسان افغانستان نابود شد به شرایط قرار نمی گرفتیم. امروز یک چیز به مردم افغانستان و جهان روشن است که شهروندان افغانستان باید زیر یک چتر با هم بنشینند و گفتمان بپردازند و بر پایه منافع ملی
خود بر پایه منافع انسان افغانستان راه‌های بیرون رفت از بحران سیاسی و اقتصادی که دامنگیر مردم افغانستان شده و کشوری به نام افغانستان شده باید این بحران نجات پیدا کند. ما عقیده‌ایم به این است که در 20 سال جمهوریت همچنان یک گفتمان وجود نداشت و عقیده‌ایم به این است که در موجودیت حکومت سرپرست طالبا که متاسفانه در ظرف یک سال و هفت ماه یا یک سال و هشت ماهی که سپری شده هنوز هم سرپرست است که بر محور خود طالبان میچرخه، فضای گفتمان سیاسی و گفتمان بین شهروندان افغانستان باز نیست. مگر عقیده من یک چیز دیگه هم هست، این است که او چهره ها و شخصیت هایی که در 20 سال گذشته افغانستان، در نیم قرن گذشته افغانستان امتحان خود به مردم افغانستان دادند، اینها زمینه شدن به خاطر از اینکه نفاق در درون افغانستان سازماندهی شود، نفاقهای قومی و زبانی، اینا زمینه شدن که فساد در درون افغانستان نهادینه شود و اینا زمینه به این شدن که یک چرخش منفی در روند سیاسی افغانستان به وجود بیاید. با اینها نباید ما بشینیم گفتمان بکنیم. گفتمان ما باید با مردم افغانستان که متاسفانه همیشه فراموش شدن و در پیش از اینا جوانان و زنان افغانستان، متخصصین، دانشمندا و اونهایی که قلبشان به خاطر افغانستان میتپه، با اینا باید گفتمان سیاسی آغاز شود. ما امیدوار هستیم که غرب، ناتو و امریکا همچنان برداشت دیگه باید داشته باشه از گفتمان، نه با او چهره هایی که امتحان دادن، و همچنان طالبا باید یک چیز قبول بکنند که اینها هنوز نتونستن یک حکومت موفق در افغانستان پیش ببرند. ما عملا در یک بحران سیاسی و اقتصادی هستیم. افغانستان چالش های بسیار جدی پیش خود داره. ما اگر فهرست بکنیم ده ها مسئله وجود داره که متاسفانه نشان میده که حکومت یک سال و هشت ماه طالبا همچنان مثل جمهوریت ناکام هستند و در مسیر روان نیستند که بتوانند منافع انسان افغانستان را تمثیل بکنند. یعنی به دیدگاه شما نیاز است در حال حاضر که مشکلات افغانستان حل شود، ما باید به گفتمان بریم؟ بله. ببینین، تاریخ افغانستان نشان داد که هیچ گروه، هیچ حزب سیاسی، هیچ تنظیم، هیچ حکومت به تنهایی خود مشکل افغانستان حل نکرد. متاسفانه ما افزار بیگانگان قرار گرفتیم. متاسفانه در افغانستان جنگ ادامه یافت، جنگی که جنگ ما نبود، جنگ بیرونی ها بود، ولی انسان افغانستان استفاده شد. امروز ضرورت تاریخی است در درون افغانستان که باید مردم افغانستان، نخبگان افغانستان زیر یک چتر بیان، گفتمان برا بیاندازند و رای بیرون رفت پیدا بکنند. به این اگر ما فکر بکنیم که یک گروه، یک حزب، یک تنظیم، یک حرکت، یک حکومت میتونه به تنهایی مشکل افغانستان حل بکنه، این اشتباهی تاریخی است. گذشته نشان داد، امروز نشان میده و هر کسی که بر محور خود بچرخه و فکر کنه که با ایدئولوژی و محور و فکر خود میتونه به تنهایی مشکل افغانستان حل بکنه، یک اشتباهی تاریخی بوده و یک اشتباهی تاریخی است. ما باید گذار بکنیم به طرف یک اتحاد و همدلی مردم افغانستان و در این باید به نخبگان و به سیاسیونه که واقعا دلشان به خاطر افغانستان میتپه. این که از کجا از میان ما هیچ کس رد نمیکنم، باید از گروپ ها و شخص های مختلف باید بیان، ولی کسایی رد میکنم که زمینه شدن به خاطر بدبختی افغانستان، زمینه شدن برای جنگ نیابتی در درون افغانستان، زمینه شدن به قتل و انفجار در درون افغانستان و اونهایی که افغانستان در بدبختی قرار دادن و بدبختی قرار میدن، اینها را ما باید کنار بگذاریم. ما بخوایم نخواهیم در درون افغانستان و بیرون افغانستان شخصیت ها و چهره های هستند که اینا میتونن مشکل افغانستان از راه دیالوگ، مذاکره و تفاهم و عقل سالم حل کنند. رسول یار صاحب، څومره یو بین الافغانی دیالوگ تا اړتیا په افغانستان کې پیل شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، همدارنګه د بحث درنو قدرمنو ګډونوالو ته، د افغانستان مجاهد او شریف ملت ته احترامات وړاندې کوو. وګورئ، که داسې لږ پس منظر خو ولاړ شو، تاریخي هغه نه نگان وارزو، موږ په دیرشو شاوخوا دوه درې لسیزو کې بیلابیل فرصتونه متاسفانه د لاسه ورکړل. مجاهدینو یوه ستره بریا ترلاسه کړله، اما دوی له جنګ نه راګرځېدلي وو او په حکومتداري او سیاست کې د تعامل هغه دوی سره نه و چې یو بل سره وزغمي. بلاخره دوی داسې سره ښکېل شول چې د دنیا او د عقبا شرمندګي په اورګو پرته ده. او همدارنګه تاسو وګورئ چې اول امارت چې کله منځته راغی، هغوی هم هغه شیبه کولی شو، هغه پنځه شپږ کاله فرصت نه
د دغه ملت د یو ځای کولو لپاره او د خپل وړې مخالف ډلې د پخلا کولو لپاره هڅه وهانو کې، خو لیکن هغه چانس هم مس بیا په دا شل کال کې چې غربیان راغله دلته او دلته دوه حکومتونه د دوه رئیس جمهورانو تر زعامت لاندې وو، هغوی هم خپل مخالف اپوزیسیون د خبرو او ډیالوګ د لارې متقاعد نشو کړی چې بالاخره بیا د یو سفر نه د پیل کېدلو تجربه افغانانو بیا پیل کړه. اوس وخت کې تاسو وګورئ چې پخواني خلک څومره ذلیل دي، هغه چې موږ ورته مفسدین وایو، هغه چې په قومي او ژبني او سمتي مرزو ککړو او دوی اوس هیواد کې د پښې د ایښودلو ځای نه لري، بیرون پراته دي. موجوده حالت کې د افغانستان اسلامي امارت یو ډېر ښه تاریخي فرصت په برخه دی چې دوی موږ نه وایو چې دوی به هغه مفسدو او بدنامو څیرو سره د خبرو او ډیالوګ لاره پرانیزي، بلکې د افغانستان ملت ته مراجعه وسي. له بدخشان نه واخله تر نیمروزه پورې د افغانستان ملت بیلابیل قومونه او پرګنې دوی ته مراجعه وکړي، د هغوی نخبګان تعلیم یافته څیرې هغه چې د وطن د واحد یو موټی افغانستان فکر ورسره دی او هغوی تعلیم کړی دی، د افغانستان په درد درمندیږي او موجوده حالت کې کولی شي د افغانستان دغه طوفاني بیړۍ تر ساحله پورې ورسوي د افغانستان د امارت د مسؤلینو سره یو ځای، نو دا یو ښه فرصت دی او متاسفانه دا فرصت بیا مس کیږي. او موږ بیا هغه وخت کې چې دنیاوال زموږ په وړاندې خپل وروستۍ پریکړې کوي هغه نه وروسته که زموږ فکر او دریز بدلیږي بیا ګټه نه کوي، نو لازمه ده چې دغه تاریخي مقطع نه استفاده وشي، خپل کورنۍ سیاست، ملي مشروعیت، ملي مقبولیت موږ ترلاسه کړو، له بعد له هغه نه بیا موږ نړیوال مشروعیت ولاړ شو چې متاسفانه اوس د هر ورځې نه په تېرېدو سره دغه مشروعیت ټکنی کیږي او بالاخره موږ د انزوا خواته روان یو. مننه، لنډه دمه. خوش آمدید شاکری صاحب. یک پس که مهم است ایست که گفتگو میان سیاسون یا مقام های حکومت گذاشته مطرح نیست، گفتگو میان مردم افغانستان مطرح است. حکومت چقدر مطمئن به ازیست که با مردم افغانستان گفتگو بکنه؟ هر نظامی که با مردم سازگاری نداشته باشه مطمئنن تاریخ این را ثابت کرده است که اون میره به یک سمت سوی دیگری. ما هیچگاه الحمدلله خود را از ملت جدا ندانستیم، به خاطر همین است که مردم شریف و با عزت افغانستان در تمام ادارات دولتی که مراجعه کنند خودشون قاضی خود هستند و میدانند که ما قبلا چگونه مراجعه صورت میگرفت و حال مسئولین چطور در خدمت مردم هستند. بنان از لحاظ گفتمانی همونطور که دوستان هم اشاره کردند، ما به ویژه بزرگان امارات اسلامی همیشه با صدای سازگاری لبه گفتگیستن، هیچ گونه مخالفت هیچ کس نداره، اما شرایط دارد. اینا با کیها؟ با اون یک مشت فراری ها، با یک مشت خائنینی که افغانستان رو به قهقرا بردن. تمام ملت افغانستان میدانن که با اونها جز زیایی وقت چیزی دیگری نیست. اونا کی هستن که آدم با اونها بشینه؟ در حالتی نیستن که دستی تضرع به طرفشان دراز کرده شود. یعنی با مقام های حکومت گذاشته به هیچ صورت گفتگو به هیچ صورت اونا کسای اونا اگر ملت بخشیدشون ما هم جزو ملت هستیم، ولی فکر نکنم هر کدومی از اینها 2 میلیون و 3 میلیون از پولی بیت المال حتی پولی آویزی برقشون هست که تنز خانه های مفشن درست کردن تحویل نکرده گیستن. بنان نیاز نیست که نامی از اونا برده شوه و ارزش چیزها هم نداره، ولی الحمدلله بزرگان امارات اسلامی مصمم هستند که خادمین واقعی ملت باید باشند، چون اینجا نظام الهی مطرح است، نظام مستکبری و تکروی نیست. همیشه نظام‌های اسلامی در برابر مستکبرین ایستاد شده گیستند. اگر نظام قبلی که به مستکبریت و تکبریت روی آورده بود، اگر بزرگان مسیحت نمی‌دیدند خب چی نیازی بود؟ بینان یک نظامی در افغانستان قائم هست که الحمدلله پاسخگو و جوابگوی ملت افغانستان است. درست. شاکری صاحب، شما میگن که هیچ نیاز نیست که با مقامهای حکومت گذاشته مذاکره یا گفتمان صورت بگیره. چرا کمیسیون
دعوت با شخصیت ها را ایجاد کردین، چی میخواین؟ خب یکی کمیسیونی دعوت با شخصیت هاست و یکی مذاکره با اونها هست. مثلا ما خواهانی همون قسمی که دوستای اشاره کردن، تمام ملت، بزرگان، همه خواهانی عزیزن که افغانها، افغانستان خانه مشترکی تمامی افغانها هست. افغانها برگردن، اونهایی که نخبه هستن، صاحب تخصص هستن، کشورشون رو باید آباد بکنن. نمیشود که یک انسانی تخصص، مثلا تخصصگرا یا کسی که تخصص داشته باشه در کشور بیرونی بشیند. کشور بیرونی واقعا براش رنج‌آور است. بنابراین چه خوب است که همه افغانها برگردن. تعصبی که اونها کاشته بودن در افغانستان الحمدلله و تعصبات از بین رفته است، برگردن. خانه مشترک همگی است، چه اساتیز بزرگوار هستن، چه پلوتا هستن، چه انجینرها هستن، در تمام عرصه های نظامی ملکی ما خواهان اشتراک تمام افغانهایی هستیم که به افغانستان عشق می‌ورزند و باورمند هستند. افغانستان را هیچ کس خانه محلی شخصی کسی نیست. کسایی که میایند و در حکومت جمهوریت مقام بودند، خواهان مذاکره هستند، چه میکنین مامراشون؟ اومدن وزیرا را شما دیدین، همون کمیته ایجاد شده شما یاد کردین. خب خیلی از بزرگا و وزیرا و وکلا اومدن در افغانستان الحمدلله بودن، اما پسرفتن نخیر هستن. اون یک کسایی که میرون طبعا خانوادهشون در خارج هستن، به خاطر ملاقات دید و بازدید با خانوادهشون میرون، ترک دیار خونه کردن. خیلی از بزرگا اومدن چند روز پیش، مثلا بزرگان نظامی ها را شما دیدین که با وزیر سیب دفاع اینو ملاقات کردن. بناهن امارت اسلامی افغانستان را بستر برای تمام افغان ها ساختگی است، هیچ نوع مشکلاتی ندارن. ویلای چند تا دزد و تیکدار قومی که بودن نیاز نیست که نام برده شوند، ولی اونها جایی در افغانستان ندارن، به خاطر اینکه هیچ نوع کدورت شخصی کسی به اونها ندارد. اونها ظلمی را که در افغانستان روا داشتن فکر نکنم که جای پیدا شده. هدف شما از چه کسانی هست؟ من یک آدم سری هستم، کسانی که در دولت بودن، دزدی کردن، بنادر رو در اختیار خود گرفته بودن، بندر حیرتان در دست خب آقای نور بود، در دست اسماعیل خان بود هرات، در دست آقای دیگری در جلال آباد بود. بناهن نیاز نیست که نام از این چند تا مفسد و فاسد برده شود و حیفی همو زیادی وقت میشه. تشکر. کارمند صاحب، مشکلات افغانستان با همین گفتمان حل خواهند شد؟ آیا حکومت سرپرست حاضر خواهند شد که یک گفتمان بین افغانی میان افغانا برای انداخته شود؟ ببینین، ما عقیدیم به این است که صرف یک گفتمان نمیشه مشکل افغانستان حل بکنه، بلکه مهمتر از این است که ما چقدر به این گفتمان اعتقاد داریم، چقدر صادق هستیم به این گفتمان و چقدر ما میتونیم اهداف و وظایفی را که این گفتمان ها در مقابل ما قرار میده، در مقابل حاکمین افغانستان قرار میدن، او را اجرا بکنن. درست است که دیالوگ و مذاکره با آدم های فاسد، آدم هایی که در گذشته افغانستان متاسفانه تا خیانت ملی انجام دادن، صورت نگیره، ولی در درون افغانستان چهره ها و شخصیت های وجود داشته، همچنان در نظام گذشته جوانان و زنان و شخصیت های وجود داشته که اونا به هیچ صورت در رهبری حاکمیت نبودن، در رهبری نظام نبودن، حتی برشان چانس در حکومت داری داده نمی شد. برعکس باید به اونا زمینه داده شود، چانس داده شود که کار در این جهت پیش برن. ولی عقیده ما به این است که تا زمانی که برای این گفتمان و برای این دیالوگ ما تعریف از منافع ملی خود نداشته باشیم، تعریفی که بتانه منافع انسان افغانستان تامین بکنه. انسان افغانستان امروز چی میخواهد؟ انسان افغانستان از ما صلح آرامش میخواهد، انسان افغانستان از ما کار میخواهد، انسان افغانستان زمینه تحصیل میخواهد، انسان افغانستان آزادی های مدنی و اجتماعی خود میخواهد، انسان افغانستان میخواهد در مدنیت امروز جهان یک جا با قوانین بشری در زیر نظام که او نظام بر پایه منافع انسان باشه کار فعالیت بکنه. چقدر ما میتونیم این منافع ملی را تامین بکنیم؟ یک. دوم، در سطح جهان ما چقدر میتونیم منافع ملی یک سرزمین به نام افغانستان تمثیل بکنیم؟ هرگاه ما در یک نظام، در یک حکومت، ما به ارزش‌های انسانی مثل عدالت، مثل دموکراسی، مثل قانونیت، مثل برابری، مثل همدیگرپذیری و همدلی ما زمان نداشته باشیم و جای نداشته باشیم برای ازی، شما بخواهید نخواهید این حکومت‌ها به انزوا میرن. یعنی دکتر شما است که به خاطر شنیدن خواستهای مردم یک گفتمان ملی باید برانداخته شود؟ بله. ببینید،
اینجا دوست ما که نمایندگی میکنن از طالبا اینا گفتن که از یک طرف رد کردن که شخصیت ها را از یک طرف دیگه گفتن یک در چهره ها آمدن ما با اینا آمدن استقبال میکنن. این مشکل افغانستان حل نمیکنه که کی میایه کی میره، این چهره های گذشته. مشکل افغانستان مربوط به ای است که آیا نظام موجود حاضر هست قدرت با مردم افغانستان تقسیم بکنه؟ آیا نظام موجود حاضر هست که زمینه شرکت مردم به خصوص جوانان و زنان در سیاست و قدرت شریک بسازه؟ امیل از نصف از جامعه که زنان افغانستان هستند، اینا عملا در حبس خانگی به سر میبرند. مکتب برایشان بسته است، دانشگاه برایشان بسته است، زمینه کار تحصیل برایشان، کار و فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی برایشان بسته است. بس به این ترتیب امیدوار هستم که ماه اوت که ختم میشه، اول عمل یا دوی عمل که مکاتب باز میشه، ما شاهد آغاز مکاتب دوباره برای دخترها و زنان در همچنان در مکاتب دانشگاه باشیم. ولی ببینین مشکل، ما حتما میمان شما کتاب را که حکیم حقانی نشته کردن، قاضی قضات طالبا، در او کتاب حتما خواندن، در او کتاب که در قد مانیفست یا برنامه طالبا هست که رهبر طالبا همچنان مقدمه به او نشته کرده، در او کتاب با صراحت وجود داره که طالبا حاضر نیستن قدرت خود را تقسیم بکنن، حاضر نیستن که مردم دیگر در قدرت سهم بتن. یکی ای است که در قدمهای پایینی یک نظام مردم به حیث انجینر و به حیث دکتر معلم میان کار میکنن. یکی قدمه سیاسی و رهبری افغانستان است. ما امیدوار هستم که طالبا به طرف دیالوگ برن با مردم افغانستان و اجازه بتن در قدمه رهبری افغانستان در سیاست و قدرت، در حکومت، در مورای اساسی که دیپلماسی افغانستان تمثیل میکنه، همه مردم نقش داشته باشن، به خصوص اونهایی که تخصص دارن، دانشمند هستن و انسانهایی هستن که دست پاک دارن، هیچ نوع گذشته تاریک و هیچ نوع گذشته زشت از خود ندارن که مورد محاکمه مردم قرار بگیرن. پس باید دیالوگ صورت بگیره. بله، دیالوگ با کی؟ با انسانهایی که به خاطر تغییر در افغانستان فکر میکنن. تا زمانی که شما تغییر سیاسی مثبت در درون افغانستان در نتیجه امید دیالوگ و مذاکره نیارین، افغانستان متاسفانه حکومت در انزوای داخلی میمونه و افغانستان متاسفانه آنچنان که در انزوای جهانی قرار داره باقی میمونه و این به نفع هیچ انسان افغانستان نیست و نخواهد بود. تشکر. وقفه کوتاه. به هم خراب است. رسول یار صاحب، د افغانستان د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره یو روایت دا ده چې کلي د بین الافغاني ډیالوګ پیلول دي. یو روایت دا ده چې د افغانانو ترمنځ بحث او خبرې کول په هیواد دننه کې باید ووسي. ستاسو نظر څه دی؟ اوسنۍ ستونزې په کوم حالت کې حل کیږي؟ آیا افغانان په خپل منځ کې سره کښېني د ستونزې حل کولی شي؟ حکومت بیا څومره مسؤلیت د افغانانو په وړاندې باندې بیا درلودلی شي؟ او ګور یو سارس کول غواړو د طالبانو مسؤلین چې راځي د رسنیو کې د افغانستان د خلکو په استازیتوب هغه مفسد او بدنامې څیرې د دوی دربابانو په توګه شمېرې او یادوي، داسې نه ده. تاسو پوهیږئ چې دغه خلک چې د افغانستان په دشل کلنه غمیزه کې د استخباراتو په مټ دوی دلته راغله د اشغال زیږنده، دا د طالبانو نه د افغانستان عادي ولس دوی نه ډېره کرکه او نفرت لري. دوی د افغانستان خلک سره په قومونو، سمتونو، ژبو، مذاهبو وویشل او خپلې ګټې دلته تامین کړي. د افغانستان خلک له طالبانو نه زیات له دوی نه متنفر دي او دوی نه بد وړي. او زه هیله لرم چې دوی د افغانستان د خلکو چې کله نوم اخلي نو د مفسدو دغو تیرو چې معلوم الحال دی د دې یادونه ونه کړي د افغانستان د خلکو په استازیتوب. د افغانستان خلک هغه عظیمه کتله ده چې شاوخوا 40 میلیونه وګړي جوړوي او هغه مهاجر چې شاید زمونږ په ګاونډیو هیوادونو کې د شاوخوا 40 یا 30 کالو راهیسې هلته د غربت ژوند تېروي، دا د افغانستان د خلکو واقعي هغه دي د نفوس او د استازو برخه جوړوي. زه بیا هم ټینګار په دې کوم چې د افغانستان خلک په خپلو کې هیڅ نوې ستونزه او مشکل نه لري. مشکل چې جوړ کړی دی یوازې همدغه سیاسي او قومي ټیکدارانو چې دوی د افغانستان د خلکو آر یو د ملت او د خلکو په استازیتوب خبرې کولې او خپلې ګټې تامینولې. وګورئ، زه یو څه عرض کول غواړم. نن سبا د عصر د ټیکنالوژۍ او د علم دور ده. نن سبا که تاسو
جی هفت هیوادونه ګوري یا جی شل ګوري دا یوازې د علم په برکت دغه لوړو مدارجو ته رسیدلی دي چې نن خپل هیوادونه د ټکنالوژۍ او د علم په اساس دوی اقتصادي لوی هیوادونه جوړ شوي دي. من موجوده د شاوخوا څلوېښت کالو کې دوه درې ځله هر ځل له صفر نه پیل کړل خپل نهادونه او هغه ادارې چې منځته راغلی وی د دې په جل چې هغه مونږ تقویه کړی وی مونږ د هغو د له منځه وړلو لپاره او بیا د صفر نه د پیل ترخې تجربې تکرار کړې. موجوده حالت کې د افغانستان اسلامي امارت چې شکل نیولی دی اوس په لومړي قدم کې باید یو د مدونو اسنادو په رڼا کې دلته قانون حکومتداري یا دولتداري منځته راشي، تفکیک د قواوو منځته راشي، شکل د نظام باید مشخص شوي، د اتباعو حقوق مشخص شي. بعد له هغه نه مونږ کولی شو ووایو چې آیا موجوده افغان حکومت ملي پالیسي یې څنګه ده، نړیوالو سره یې تعامل څنګه ده، د خلکو ته د کار د زمینې لپاره ملي ډیالوګ څنګه کولی شي، څنګه پیل کړي، لویې جرګې ته څنګه تن ورکړي، انتخاباتو خواته یې دوی ځي که انتخابات مردود ګڼي. همدارنګه په دوایرو کې یوازې همدغه شکل اوس چې روان یو غیر مسلکي سازي باید که مسلکي خلک هم افغانان وبلل شي، او لکه څنګه چې زمونږ دینی نصوص په دې ټینګار کوي چې کار اهل کار ته وسپارل شي، په همغه شی وباندې وړاندې لاړ شو. او که په دغه شکل چې تر دې مهاله مشخص نه دي زمونږ د کورني سیاست یا د باندني سیاست اساسي کرښې او هغه څه چې دنیا په هغه ټینګار کوي هغه ډېر اسانه مونږ کولی شو چې خپله خانګي یا کورني وظیفه وړاندې ویسو، که هغه د ښځو د حقوقو مسله ده، د تعلیم مسله ده. دا زمونږ خپل ملي او اسلامي وجیبه ده. اسلام امر کوي د تعلیم لپاره، هغه وخت کې چې اسلام دا امر کوو غیر مسلمینو کې دا د ښځو حقوق اصل مطرح نه و. اسلام موږ د ښځو ته حقوق ورکړل، اوس مونږ ته غربي دنیا وایي چې تاسو ښځو ته حقوق ورکړي. دا شرماوره ده. باید مونږ خپل بچیان تعلیم ته کښېنو، لکه څنګه چې قرآن امر کوي چې آیا برابر دي هغه کسان چې لوستي دي هغه چې نه دي تعلیم یې نه ده کړی. همدارنګه د اتباعو او د تعلیم، همدارنګه د ملي ډیالوګ، همدارنګه نور مسلې چې زمونږ دي، د ګاونډیانو لخوا د تروریزم مسله چې زمونږ ادرسونه یې دلته لټول کېږي، در حال که مونږ په رسمیت وپېژندل شو، دنیا سره تعاملات ولرو، مونږ د دوه اړخیزې ډیپلوماتیکې رابطې ایجاد کړو، بیا دا ګاونډیان نشي کولی د خپلو مخالفینو دلته ولټوي. اول د کور دننه کارخانګي حل شي، بیا د بین الافغاني ډیالوګ پیل شي. بله، زه په دې باور یم که د حمل تر اوایلو پورې د نجونو مسله، تعلیم مسله یو خواته نه شي. اوس هم افغانان یو څه ناڅه هیله مند دي تر حمله پورې. خدای مه کړه که افغانان د افغانانو بچیان هلکانو نجونې مکتبو ته لاړ نه تر حمله پورې، یا پوهنتونو خواته لاړ نه، او د نړیوالو او ملی ذهنیت وروستی تصامیم ونیول شي. په دې صورت سره بیا نو تاسو پوهیږئ چې ملی مشروعیت او نړیوال مقبولیت دواړه ټکنی کیږي، او په دې سره که وروستی تصامیم د هغوی دا به ډېر زیات زیانبار وي د افغانستان د امارت لپاره او د افغانستان د ولس لپاره، ځکه ولس دا اوس له فقر، تنگ دستی، بیکاری، بیروزگاری او یو لوی کشمیر له مایوسۍ سره مخ دي. نړیوال سرویګان تاسو ګورئ، د نړیوال غذایی پروګرام چې شپږ ویشت میلیونه خلک له فقر او لوږې سره مخ دي. همدارنګه دا روز افزونه ده، دا فقر دا فقر د هر افغان دروازه ټکوي نن سبا. نو مسؤول حکومتونه مکلف دي چې د دغه موجوده حالت د تغییر لپاره دوی باید کوټلي ګامونه پورته کړي له نړیوالو سره. ګورئ، دا امریکایان استازي چې به د افغان سیاسونو یا پخوانیو خلکو سره تماس تلیفوني برقراروي، دا فایده نه کوي. تاسو پوهیږئ چې امارت هغوی ته درناوی نه لري. یوازې کولی شي چې مستقیمې رابطې ایجاد شي د حکومت سره، او هغه څه چې افغانستان حکومت یې کولی شي د نړیوالو د اقناع دپاره، او هغه څه چې د دنیاوالو مکلفیت دی، د بشر په توګه باید افغانان نور له دې نه زیات د بنفیزونو له کبله او یا نورو فشارونو له کبله باید دا ملت نور دا موجوده کړاو تحمل نه کړي. شاکری صاحب، به خاطر شنیدن خواستای مردم نیاز به یک گفتمان است.
چقدر خواست مردم افغانستان دانوز توسط حکومت سرپرست شنیده شده؟ اون قسمی که دوستان هم اشاره کردن قبلا اشاره نمودم، باز هم برای شفافیت بیشتر ما همیشه در خدمت مردم بودیم و در خدمت مردم قرار داریم انشاءالله. دوستا ابعاد گوناگونی را اشاره کردن، مسئله انسانها ما دعوت کردیم و بزرگان همیشه دعوت کردن از طریق رسانه ها برای افغان ها که برگردیم به کشورتان، بهتر آن است که در کشور خود انسان زیست نماید و مصدر خدمت برای ملت خودش قرار بگیره. این یک بحث. بحث دوم، کسانی که برگشتن آمدن کاملا رضایت کامل دارن از امارت اسلامی، شهروندان الحمدلله در یک آرامش نسبی و مطلقا اگر نباشد به مراتب از نظام گذشته شهروندان رضایتشان بیشتر است، جان هیچ کس در خطر نیست. ما قبلا شاهد اجساد مختلفی بودیم و اکنون الحمدلله شهرم یک چهره واقعی خودش را به خود اختصاص داده، هم قسم مردمم. در مورد درسها و نمیفهمم، از یک و نیم سال به این طرف هست که همیشه دوستانمان در مورد درس خانم ها تاکیدشان است و جامعه جهانی همین است. ما ملت مسلمانی هستیم، هیچ کس منکری درس خانم ها و دختر خانم ها نیست. خانم ها بودن که مرد از دامن یک خانم به معراج رفت. بنان اسلام عزیز آن چیزی که به خانم ها حق قائل هست، فکر نکنم که در تمام جامعه ملل و بشری مثل اسلام به خانم ها حق قائل کسی دیگر بتواند بشود. درست. بخاطر از این اسلام یک سوره را اختصاص داده به نام سوره نساء، به نام اینها یک سوره را الله متعال از فوق آسمان ها اختصاص داده است. بینان ما خواهان درس دخترها هستیم و انشاءالله ادامه خواهد یافت. ولی در چوکات اسلامی شما اشاره کردین اسلام خواهان و حقوق بیشتر به بانوان داده. در اسلام حق تحصیل هست، اجازه داره تا تحصیل بکنه. چرا در حال حاضر در مکاتب بسته است، در پهنتون بسته است؟ در این مکاتب از حالا امارت اسلامی بسته نکرده. مکاتب از زمانی که به نام کرونا در جهان پخش شد، بنابراین پیش از آمدن امارت اسلامی دختر خانم ها به مکاتب نمی رفتن و بعد هم در یک تعداد از ولایات دختر خانم ها به مکاتب می رفتن. یگانه چیزی که مانع دختر خانم ها شده است اینها تصفیه صنوفشان است. اسلامی عزیز می خواهد که یک دختر خانم با یک وقار کامل و با یک حجاب اسلامی از خانه زمانی که به مکتب می روند والدین دختر خانم یک استرس نداشته باشند. بنابراین ما می خواهیم که خواهرانمون به مکتب بروند، ولی در یک چوکات شرعی و اسلامی که والدینشان هم این تشویش از اونها ختم بشه. یک حرف مردم یس این حرف مردم است که هیچ وقت دختران و بچان در مکتب یک جای درس نخواندن. مکاتب دخترها شما در کابل میبینین جدا هستن، مکاتب پسران جدا هستن. یک بس. بحث دومی است که مکانیزم چه وقت ساخته میشه؟ شما همه افغانستان با کابل مقایسه نکنین. خیلی اطراف بود، ولایت هست که دختر خانم ها با بچه ها یک جای بودن. من شخصا خودم پانتونه در کابل خواندگی استم، هیچ گونه تفکیکی قائل نبود. دختر خانم ها با بچه ها یک جای بودن، از لحاظ شرعی این درست نیست. بنابراین طرفدار آموختن درس هستیم، میخوانن الحمدلله. و افغانستان خودتون میدونین که در طی 20 سال اینجا اشغال بود، فرهنگ غربی ها در اینجا حاکم بود. گرچه ما اسلام هستیم، دوستا طور فکر نکنن بینندگان عزیز که ما حالا تازه خود مسلمان نشدیم. یگانه چیزی که مردم اکثرا زمزمه میکنن این اسلام 1400 سال است. درست است، اسلام یکی اسلامی تحقیقی است و یکی اسلام موروثی است. یک انسان میتونه که مسلمان باشه، نماز نمیخونه، مشروب خوری میکنه، ولی میگه من نام مسلمان است. و یکی اسلام اسلامی حقیقی است که باید اسلام حقیقی را پذیرفت. در اسلام حقیقی هیچ گونه جوازی نیست که یک دختر خانم با یک آقایی که بیگانه است مثلا در یک زیر صف قرار بگیرد. مردم افغانستان در 20 سال در کدام رقم مسلمان بودند؟ مردم افغانستان مسلمان بودند. ما نمیخوایم به کسی توهین کنیم، اما اکثرا در اینجا اسلام آمریکایی و یک اسلام سکولاریستی حاکم بود. این را باید پذیرفت. اسلام آمریکایی را میشه تعریف بکنید؟ اسلام آمریکایی اون است که مثلا به نام اسلام باشی ولی خواسته های غرب تو باید بپذیری، به نام اسلام باشی دختر با پسر باید دست بده، به نام اسلام باشی باید رقاصه خانه داشته باشی، به نام اسلام باشی دخترای عفیف و پاکدامن چند تا انسان های مغرض
به نام ستاره شیطانی بکشانن با رقص پایکوبی اینها را بیارن. این اسلامی آمریکایی است، ولی اسلامی حقیقی میگه و قرن فی بیوتیکم، تا زمانی که یک جایگاه اسلام برات مشخص نکرده است، یک جای مسکون سکونت در اونجا نباشه، در خانه باید بنشینی. این اسلام حقیقی و این اسلام آمریکایی است که اکثرا مردم، خب حالا دوستمون اشاره کردن ما در مدرنیته قرار داریم، ما هم خواهان مدرنیته هستیم، الحمدلله ما جلوگیری از هیچ کس نکردیم، از خانم ها اشاره کردن، خانم ها کسانی که در دفاتر دولتی کار میکردن، یک تعدادشون هم کار میکنن، در شفاخانه هستن و کاتب هستن، و یک تعدادی که در ادارات دیگری بودن، اونها در خانه شون نشستن، ولی ما شون در جلوی خانه شون تسلیمشون داده شد. هیچ گونه توهین تحقیر برای هیچ کس نیست، ما در خدمت مردم تمام مسئولین قرار دارن، الحمدلله. وقفه کوتاه. دوباره خوش آمدید. کارمند صاحب، یک چیز دیگه ایست که جامعه جهانی به ویژه امریکا دنبال از ایست که در افغانستان یک گفتگو یا دیالوگ بین الافغانی برای انداخته شود. امریکا چی میخواید؟ امریکا دنبال چی است؟ به عنوان گفتگو بین الافغانی پشت پرده چی میخواید؟ تشکر از شما. ما یک کوتاه میخواییم یک مکس پیش از این پرسش شما بکنم. فقط کوتاه برای دوست ما که اینجا نمایندگی میکنن از طالبان عرض بکنم، وقتی که ما میگیم اسلام حقیقی، در اسلام حقیقی خب بالاخره یکی از مسائل آموزش است. گفته اسلام که برای زن مرد آموزش فرض است. پس اسلام حقیقی اگر ما در افغانستان داریم، لطفا دروازه مکاتب دانشگاه رو باز بکنیم. دیگر ای به نام از ای که گویا نصاب درسی درست نیست، حجاب درست نیست، این بهانه های بیمورد است. ما بارها گفتیم زنان و دختران افغانستان یک نوع گروگانگیری هست و یک نوع استفاده ابزاری سیاسی هست و همچنان ترسی از آموزش زنان و دختران هست. نه ای که ما این مسئله، خواهش ما ای است که لطفا اگر ما میگیم واقعا آموزش اسلام حقیقی، پس امو اسلام شما عملی بکنین تا ای که مردم فکر ذهنشان و سوالشان در مورد اسلام چیز دیگه نباشه. ببینید، در مورد امریکا و اینجا صرف امریکا نیست، ما شاهد هستیم که در روزهای اخیر نشستی وجود داشت در مسکو و همچنان جامعه جهانی و من جمله امریکا، همونطور که ما شنیدیم تام وست خواستار ازی است که باید یک گفتمان ملی در مورد افغانستان وجود داشته باشه. ای که امریکا چی میخواه، ای که بلاک شرق غرب چی میخواه، من فکر میکنم هر انسان آگاه افغانستان میفهمه که اینها در بر پایه منافع ملی خودشان در افغانستان لشکر کشی کردن، آمدن مطابق منافع خود رفتن و مطابق منافع خود سیاست کردن. امروز هم در افغانستان در جستجوی هزی هستند که چطور بتونن منافع خود در افغانستان تامین بکنن. یک حقیقت تاریخی ما مجبور هستیم، باعث کسی که میایم تحلیل میکنیم و در تلویزیون در مقابل مردم قرار داریم، باید یک حقیقت بگوییم که نظام جمهوریت همچنان بر پایه منافع کشورهای بیرونی در افغانستان ساز و برگ برش داده شد و اینا در قدرت سیاسی بودند و همچنان تغییر سیاسی که در 15 اگست 2021 آمد به اساس معاهده امریکا با طالبان آمد، به این معنی که حکومت گذشته افغانستان همچنان بر پایه سیاست‌های کشورهای غربی و امریکا در افغانستان به قدرت آمد و همین طالبان که امروز همچنان در قدرت هستند که گویا میخواهند بگویند که ما بر پایه از این آمدیم که جنگ کردیم و واقعا امریکایی‌ها را از افغانستان کشیدیم. نه، حقیقتی نیست. حقیقتی است که یک معامله صورت گرفت و پایه معامله طالبان در قدرت. کارمند صاحب، اما یک بحث دیگه است. بحثی است که آیا آمریکایی‌ها به خاطر درک مشکلات افغانستان با گونه واقعی میخواهد که یک گفتگو بین الافغانی برای بندازد تا بتانه مشکلات افغانستان حل شود، یا دنبال منفعت خود هستند؟ در قدم نخست اونا دنبال منفعت خود هستند، برای از این که منافعشان همیر ایجاد میکنه. ولی یک طرف دیگر باید ببینیم که همین جهان، جامعه اروپایی، غرب، امریکا متوجه شدن که اشتباهات و غلطی هایی که بزرگی که در 20 سال گذشته افغانستان انجام دادن و افغانستان به این نقطه تاریک آمد، اینا میخواین که بنوازن ها جبران بکنن. ولی در تعریف کلان اگر بریم، من فکر میکنم که
برای جهان غرب دیگه منافع مثل آزادی، دموکراسی، آزادی بیان، قانونیت، عدالت، اینا شعارهایی هستند که استفاده های ابزاری شد، منافع خودشان مطرح است. ولی گفتم در پاریس چون فشارهای از درون این کشورها وجود داره، هم در اروپا و هم در امریکا، همین مردمی که مالیه دادن، پول خود میلیاردها دلار خود به افغانستان فرستادن و بالاخره افغانستان به طرف یک تغییر منفی رفت، همین مردم فشار میارن که امروز در درون افغانستان زن افغانستان چرا آزادی خود نداره؟ درست. انسان افغانستان اما یک بحث است کارمند صاحب، چی کسی درد مردم افغانستان تا هنوز احساس کرده؟ اگر با بیرونی ها مراجعه کنیم، متاسفانه بیرونی ها این وقت درد مردم افغانستان درک نکردن و به مو خاطرم هست که ما در 44 سال جنگ افغانستان فقط افزار بودیم، وسیله بودیم برای بیگانگان به خاطر ادامه جنگ. چرا خیلی وقت درک نمیکنه مشکلات مردم افغانستان میان یا بحث گفتمان ملی را برای در پیش روی مردم افغانستان قرار میده یا عدالت خواهی به خاطر بانوان یا به خاطر حقوق بشر؟ در صورتی که شما اشاره کردین هیچ وقت درد مردم افغانستان درمان نکرده و احساس نکرده. خب ببینین، یک سلسله ارزش‌های در جهان وجود داره که اینا مجبور هستن او را رعایت بکنن. همین که میگن ما آزادی، دموکراسی، عدالت گپا شعارهای قرار میدن، مجبور هستن که به خاطر از این بیان در افغانستان بگن که تغییر سیاسی بیه و اگر همین تغییر سیاسی هم که در افغانستان اگر بیه چرا آوردن، خودشان آوردن. حالا که دوباره منافع ملی را مطرح میکنن، من برمیگردم، من فشار ما بالای جامعه جهانی نیست، ما جامعه جهانی نه شرط نه غرب به دل مردم افغانستان نه سیاست کردن نه عمل کردن و ما مردم در این بدبختی قرار دادن. ما آدرس ما مردم افغانستان است. تا زمانی که مردم افغانستان بیدار و هوشیار نشن، تا زمانی که مردم افغانستان درک نکنن که چرا ابزار بیگانگان قرار گرفتن، تا زمانی که مردم افغانستان خودشان دست به دست هم نتن در فضای همدلی و همدیگرپذیری بر تغییر سیاسی افغانستان گام بر ندارن، شما متوجه باشین نه پاکستان دلش با مردم افغانستان میسوزن، نه ایران، نه هند، نه چین، نه روسیه، نه امریکا، نه اروپا. این کشورها میان میرن، پول خودم گاگای آوردن، منافع خود تامین کردن یا خواستن منافعشان تامین شود رفتن. امروز جنگی که در اوکراین است، شما ببینید که سناریوی دوم افغانستان است که در جهان تطبیق میشه. این برمیگرده به مردم افغانستان. من خطاب معظمی تلویزیون شما به مردم افغانستان است، برای نخبگان افغانستان است، به اونایی که در درون افغانستان و بیرون افغانستان هستند که ما همو بحثی که شما امروز سازماندهی کردین که بحث بسیار جالب است، واقعا به طرف یک گفتمان ملی بریم. این گفتمان بر پایه منافع انسان افغانستان باید وجود داشته باشد. این گفتمان بر پایه رفتن به طرف آزادی، به طرف دموکراسی، به طرف عدالت، به طرف قانونیت، به طرف یک نظام که دو عدالت وجود داشته باشه و یک نظامی که بتونه بر پایه منافع انسان امروز انسان افغانستان چی میخواد. ببینید 22 میلیون ما گرسنه داریم، میلیون ها فراری از افغانستان داریم، در درون افغانستان میلیون ها بیکار در مقابل خود داریم، در درون افغانستان امنیت اقتصادی، امنیت روانی، امنیت فیزیکی وجود ندارد، در درون افغانستان یک نظامی نداریم که پاسخگو باشه. چی باید بکنیم؟ پس انسجام و رفتن به طرف گفتمان و از این گفتمان ما یک حکومت موقت بیرون بکشیم. بر پایه از این حکومت ما باید بریم به طرف قانون اساسی، بر پایه قانون اساسی ما بریم به طرف انتخابات. تشکر. و بر پایه انتخابات رهبری آینده افغانستان را تعیین بکنیم. تشکر. رسول یار صاحب، فکر کوي نړیوال پرختیا هم په افغانستان کې دی او بین الافغانی دیالوګ چې د افغانستان خلکو سنځل کې دغه پرښت کې نه مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې ځواب ته راسم، ستاسو میلمه مولانا صاحب وایي چې زه ما پوهنتون ویلی ده او زه د مدرنیتي طرفدار یم. وګورئ، افغانستان شاوخوا یوه پیړۍ ده چې د سنت او تجدد ترمنځ په ټکر کې ده او دا ستونزه اوس هم دوام لري. اوسنی مشرتابه یا د امارت مسؤولین د تجدد یا د مدرنیتي سخت مخالفت کوي او دا په دین کې بدعت ګڼي. همدغه وجه ده چې عصري علوم دلته هسې توجه ورته نه کیږي او دوی په هغه شکل چې لازمه ده چې هغه لپاره باید زمینه سازي. رسول یار صاحب، د کوم چارواکي له خولې مو تر اوسه اورېدلی دی چې ویلي چې مدرنیزم ښه نه ګڼي یا مدرنیزم ته یو ښه نظر نه لري؟ خود دا عملاً عملی سیاست مونږ ګورو، تاسو وګورئ چې نن سبا داسې ونمود کیږي، یعنی دوی وایي چې هغه دینی متونو په اساس باید مونږ وړاندې لاړ شو. مونږ منو، مونږ هوای چې قرآن او سنت دې کې شک نشته چې دا زمونږ دینی نصوص دي او افغانان الحمدلله داسې مسلمانان دي چې دغه سروې له مخې چې سوې وه په دنیا کې
لدوی نه بهترین او په دین مند پتنګان چې لدین نه ځان قربانی داس مسلمانان په نړۍ کې ساره نه لیدل کیږي. تاسو وګورئ په دنیا کې اکثره هغه شرق نه لري ختیځ نه واخله لبرونی او اندونیشیا تر مراکش پورې د افغانانو په څیر په دین باندې کلک ولاړ خلک تاسو بل چیرته نشئ پیدا کولی. نو له دې له کبله موږ دا وایو چې نن سبا د عصر او زمان د غوښتنو سره سم که موږ خپل پالیسیانې او سیاست اختیار نه کړو، له همدې کبله موږ دا واضح کوي چې موږ تجدد او د مدرتي خلاف روان یو. رسول صاحب پلان ټکه کرا ته وای ذکر خبرونه خپل رس د حل لار څه غنی؟ د حل لار یو دغه ده چې موږ خپل ملت اول د ځان ناراضي اوساتو، د ملت غوښتنو ته لبای کوو، ځکه همدغه ملت له دغه امارت له یو لک مجاهدینو سره شاوخوا دوی ګډه قرباني ورکړې ده. که دا ملت نه وای دوی په خپل غېږ کې اخیستې نه وای، نن سبا دغه حاکمیت ته رسېدل د امارت ګرانه خبره، نو د دې له کبله خپل ملت باندې سر باندې لاس کش کړي. دغه مایوسي چې ده اوس د تعلیم په حصه کې ده یا په نورو عرصو کې د بیکاري مسله ده، د فقر ده، د کار نشتون ده، په هر څه بخش بندیزونه او بندیزونه را روان دي. دغه دپاره باید اول لږ ذره انعطاف وښودل شي، دنیا سره ګډ کار وکړو. دنیا له دنیا نه ما سوا جدا موږ په یو کلي کې جدا ځان سره ژوند نشو کولی، تر هغو چې د دنیا سره موږ ګډ دغه مسیر او جاده چې ده دا په ګډه تعقیب کړو. ملي غوښتنې او نړیوال غوښتنې دا دواړه سره یو د حل لار مسالمت آمیز حل لار چې د هغه د افغاني او اسلامي اسلوبو په چوکاټ کې هغه منځ ته راوړو. مننه مهمانان عزیز، خیلی تشکر که در برنامه حضور یافتین. از شما بیننده های عزیزم خیلی تشکر تا این دم ما را همراهی کردین. وقت با شما خوش.